369 ناحیه عزیز، سلام، خوش اومدید به یه ویدیو جذاب دیگه. امروز میخواییم راجع به مایه حیات با هم صحبت کنیم و بدونیم که چقدر برای بدن لازم و مفیده. پس با من همراه باشید و این ویدیو رو اصلا از دست ندید. لطفاً حتماً این ویدیو رو لایک کنید و چنل یوتیوبمون رو هم سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای جذاب بیشتری لذت ببرید. اگر آب بدن کافی نباشه، عملکرد فیزیکی تحت تاثیر قرار میگیره. این قضیه خصوصا در طول تمرینات سخت یا گرمای بالا حائز اهمیته. از دست رفتن آب بدن در صورتی که تنها 2% از میزان آب بدن از دست بره، میتونه تاثیر قابل توجهی داشته باشه. اگرچه برای ورزشکاران غیر معمول نیست که تا 6-10% از وزن آب بدنشون رو از طریق تعریق از دست بدن. در واقع این مسئله میتونه منجر به تغییر کنترل دمای بدن، کاهش انگیزه و افزایش خستگی بشه و انجام تمرینات رو هم از نظر فیزیکی و هم از نظر ذهنی دشوارتر کنه. شاید براتون جالب باشه که بدونید نشون داده شده که آبرسانی بهینه از وقوع این مشکلات جلوگیری میکنه و حتی ممکنه که فشار اکسیداتیوی رو که در طول تمرینات شدید رخ میده کاهش بده. اگر در نظر گرفته بشه که حدود 80% از ماهیچه از آب تشکیل شده، این موضوع اصلا شگفت‌آور نیست. حالا میخوام 10 تا از فواید منحصر به فرد آب رو باهاتون در میون بذارم. پس توی ادامه ویدیو هم با من همراه باشید. به عنوان اولین فایده‌ای که از آب دوست دارم بهش اشاره کنم، آبرسانی تأثیر زیادی روی سطح انرژی و عملکرد مغزی داره. مغز به میزان زیادی تحت تأثیر وضعیت آبرسانی بدنه. تحقیقات نشون میده که حتی از دست رفتن آب بدن به میزان خفیف 1-3% از وزن بدن میتونه به بسیاری از جنبه های عملکرد مغزی آسیب برسونه. در مطالعه‌ای بر روی زنان جوان، از دست دادن مایعات به میزان 1.36% بعد از تمرین هم خلق و خوی اونها و هم تمرکز رو دچار اختلال کرده و تعداد دفعات وقوع سردرد رو هم افزایش داده. و در مطالعه مشابه دیگه ای، این بار بر روی مردان جوان نشون داده شده که از دست دادن 1.59% از مایعات بدن برای عملکرد حافظه زیانبار بوده و احساس اضطراب و خستگی رو هم افزایش داده. به عنوان نکته دوم بپردازیم به اینکه آب خوردن ممکنه به پیشگیری و درمان سردرد کمک کنه. کمبود آب میتونه محرکی برای ایجاد سردرد و میگرن تو برخی افراد باشه. تحقیقات زیادی نشون میده که آب میتونه سردرد رو در افرادی که آب از دست دادن تسکین بده. اگرچه به نظر میرسه که این امر به نوع سردرد بیشتر بستگی داشته باشه. مطالعه‌ای بر روی 18 نفر نشون میده که آب هیچ تأثیری روی تعداد دفعات سردردها نداشته، اما شدت و طول مدت اون رو تا حدی کاهش داده. احتمالاً میدونید که نوشیدن آب به درمان سنگ کلیه هم کمک میکنه. سنگ‌های سیستم ادراری، توده‌های دردناک از جنس کریستال‌های معدنی هستن که در سیستم ادراری شکل میگیرن. شایع‌ترین مدل اونها سنگ کلیه است که در کلیه‌ها تشکیل میشه. شواهد محدودی مبنی بر این قضیه وجود داره که مصرف آب میتونه به پیشگیری از ایجاد مجدد سنگ کلیه در افرادی که قبلا به اون مبتلا شدن کمک کنه. مصرف آب بیشتر حجم آب عبوری از کلیه ها رو افزایش میده که خودش باعث میشه غلظت مواد معدنی پایین بیاد، بنابراین احتمال تشکیل کریستال توسط اونها و ایجاد توده کمتر بشه. نکته بعدی که مایلم بهش اشاره کنم در خصوص کاهش وزنه. نوشیدن آب فراوون میتونه به کاهش وزن کمک کنه، به این خاطر که آب میتونه بی‌اشتهایی رو افزایش بده و سرعت سوخت و ساز رو بالا ببره. در 2 پژوهش نشون داده شده که نوشیدن نیم لیتر آب سوخت و ساز رو تا 1.5 ساعت به میزان 24-30% افزایش میده. این به این معنیه که نوشیدن 2 لیتر آب در روز میتونه مصرف انرژی رو تا 96 کالری در روز هم افزایش بده. البته لازمه که بگم زمان بندی هم بسیار مهمه. نوشیدن آب نیم ساعت پیش از هر وعده غذایی بیشترین تاثیر رو داره. این کار باعث میشه که فرد بیشتر احساس پر بودن داشته باشه و بنابراین کالری کمتری وارد بدنش بکنه. حالا اجازه بدید سراغ نکته پنجم بریم که در خصوص جلوگیری از پوسیدگی دندان هاست. شما هم مثل من فکر میکنید که یک لبخند زیبا بسیار ارزشمنده؟ پس محافظت از دندان ها واجب میشه. میدونیم که تامین آب مورد نیاز بدن به تولید مایعات مختلف در بدن کمک میکنه.
مثل بزاق دهان که باعث از بین بردن کرم خوردگی های دندون ها میشه. پوسیدگی دندان از تولید اسید ایجاد میشه که مینای دندون رو از بین میبره. اما بزاق دهان این اسید رو خونسا میکنه، همچنین حاوی مواد معدنی خاصیه که به بازسازی دندان ها کمک میکنه. اگه میزان کافی آب به بدنتون برسونید و کمتر شکلات و آب نبات بخورید، مطمئن باشید که دندون های سالمی خواهید داشت. اجازه بدید بپردازیم به بهبود گردش خون. آب داغ میتونه به گردش بهتر خون کمک کنه. آب داغ به عنوان یک گشاد کننده رگ‌های خونی عمل میکنه که به افزایش جریان خون منجر میشه. عضلات شما هم در نتیجه نوشیدن آب داغ در وضعیت استراحت قرار میگیرن که به جریان خون بهتر کمک میکنه. حتی یک حمام گرم آرامش بخش هم میتونه به گشاد شدن رگ‌های خونی و بهبود جریان خون کمک بکنه. شاید بدونید که آب میتونه باعث تسکین دردها هم بشه. برخی از خانوها در زمان مواجهه با دردهای قاعدگی از یک کمپرس داغ برای تسکین دردشون استفاده میکنن و اون رو روی شکمشون قرار میدن. جالبه بدونید که نوشیدن آب گرم هم میتونه به درمان این دردها کمک بکنه. حرارت آب گرم مصرفی به افزایش جریان خون، شل شدن عضلات و تسکین درد کمک میکنه. نکته بعدی که قصد دارم بهش بپردازم تاثیر آب بر زیبایی پوسته. نوشیدن آب برای حفظ رطوبت پوست و رسوندن ریز مغذی‌های ضروری به سلول‌های پوستی مهمه. نوشیدن آب باعث افزایش انعطاف‌پذیری پوست میشه و علایم پیری پوست مثل چین و چروک یا خطوط مشهود روی پوست رو هم کاهش میده. آب جایگزین مناسبی برای درمان‌های ضد پیری گران قیمته. نوشیدن حداقل 8 تا 10 لیوان آب در طول روز با حفظ تعادل رطوبت پوست باعث پیشگیری از ایجاد خطوط عمیق در قسمت‌های نازک و حساس پوست مثل زیر چشم‌ها و پیشونی و خط خنده میشه. اگه همه افراد عادت کنن روزانه 8 لیوان آب بنوشن، میتونیم خطر ابتلا به بعضی از اختلال‌های پوستی مثل اگزما رو هم کاهش بدیم. و حالا اجازه بدید یه مقدار درباره سلامت مو هم صحبت بکنیم. نوشیدن و استفاده از آب علاوه بر حفظ سلامت پوست میتونه سلامت و شادابی موها رو هم تضمین بکنه. در ادامه به بعضی از مهمترین فواید آب برای داشتن موهای زیباتر و درخشانتر اشاره خواهیم کرد. نوشیدن آب کافی در طول روز باعث بهبود جریان خون و افزایش اکسیژن رسانی به سلول‌های پوستی کف سر میشه و به این ترتیب احتمال افزایش ریزش مو یا ریزش موهای غیر منتظره رو کاهش میده. همچنین میتونیم بگیم که نوشیدن آب کافی در طول روز علاوه بر پیشگیری از خشکی پوست باعث پیشگیری از خشکی و شکنندگی موهامون هم میشه. نوشیدن آب به اندازه کافی در طی روز باعث پیشگیری از خشکی بیش از اندازه پوست کف سر و جلوگیری از پوسته شدن اون میشه. در نتیجه موها همیشه سرشار از پوسته هایی که شبیه به شوره هستن نخواهند بود. و در آخر شاید بد نباشه که بدونید تسکین گلو درد هم یکی دیگه از کارهایی که آب میتونه برای ما انجام بده. آب داغ یک درمان طبیعی عالی در زمان سرماخوردگیه. آب داغ به شل شدن مخاط غلیظ ترشح شده توسط قشای مخاطی و دفع اون از دستگاه تنفسی کمک میکنه. حالا نوبت شماست. آیا شما تا حالا درباره اینکه چقدر در طول روز آب می نوشید کنجکاوی کردید؟ حتما تو بخش کامنت ها برام درباره اینکه آیا به قدر کافی آب می نوشید یا نه بنویسید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت باشید و تا یه ویدیوی دیگه شما رو به خدای بزرگ می سپارم.